سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. 4 تا ویدیو در مورد افیلیت مارکتینگ به شما طی یه ماه گذشته ارائه کردم. توی 4 تا موردی که به شما معرفی کردم در مورد روش کسب درآمد 4000 دلار توی ماه باهاتون صحبت کردم. عذرخواهی می‌کنم، 4000 دلار در 3 ماه با شما صحبت کردم. تمام موارد رو به شما کاملا نشون دادم. حالا از ویدیوی 4 به این سمت که حالا من سعی میکنم برای هر شبکه اجتماعی به صورت مفصل به شما توضیح بدم، وارد جزئیات میشیم برای اینکه بتونیم مشتری رو جذب بکنیم، یعنی عملا ارائه راهکار برای جذب و فروش به مشتری. 4 تا ویدیو خوب کاملا مشخصه، تصاویرشون یه شکله. ببینید اینجا که موضوع دارم میشه، الان من ویدیو 3 رو داشتم این بالا تا ویدیو 3 رو دوستان ببینن. ویدیو 4 اینجاست، ویدیوی 2 و 3 هم تو پلیلیست اگر باز بکنید اینجا تو پلیلیست میتونید ببینید اون 3 ویدیوی دیگر رو که توی قسمت کسب درآمد از اینترنت قرار گرفته. حتی این همه رو فکر کنم الان لود میکنه، یه بک بزنم. بله این تمامشو لود کرد که حالا من اینو میبندم. تمام ویدیوهایی که در مورد کسب درآمد آماده کردم داخل این قسمت قرار گرفته. امروز میخوام با شما در مورد قسمت 5 سیستم کسب درآمد از طریق افیلیت مارکتینگ و افیلیت سیستم رو به شما یاد بدم، ولی الزام استفاده از این آموزش فقط برای اون وبسایت نیست، بلکه برای فروش و گسترش دامنه جذب مشتری میخوایم استفاده بکنیم از یک راهکار فوق العاده قدیمی و در این حال اکتیف که هنوز بیشترین مخاطب رو در سطح دنیا از آن خودش کرده. امروز میخوام با شما در مورد ایمیل مارکتینگ صحبت بکنم، یعنی بیام به شما یکی از وبسایت‌های خیلی خوب رو به شما معرفی بکنم که شما میتونید از طریق این سیستم به راحتی تبلیغات، به عنوان مثال افیلیت سیستم رو که دارید میسازید، بفرستید به میلیون ها نفر در سطح دنیا که اونها یکی از مخاطبین شما باشن. در مورد کلن ایمیل مارکتینگ اول من یک توضیح به شما بدم و بعد مزایاشو بهتون بگم، چه معایبی داره، به چه شکل میتونید ازش رایگان استفاده کنید یا به چه شکلی میتونید پول بابتش پرداخت بکنید. توی آموزش که امروز بهتون میدم در قالب کسب درآمد آنلاین با افیلیت مارکتینگ 4000 دلار در 3 ماه قسمت 5 رو به شما ارائه میدم. این ویدیو الزاما فقط در مورد ایمیل مارکتینگ و راهکارهای پیش روش معرفی میشه. ببینید در مورد مهمترین مزایای ایمیل مارکتینگ من اول بهتون بگم، بازاریابی ایمیلی فرصت‌های زیادی رو میاد توی کسب و کارها ایجاد میکنه، در اختیار کسب و کارها میده و این روش یه مزایایی داره و یه معایبی. در مورد مهمترین مزایاش اول بهتون بگم، اول اینکه راه اندازی ساده برای اینکه شما بتونید یه بیزینسی رو تبلیغ بکنید از طریق ایمیل مارکتینگ امکان پذیره. اجرای این روش نیاز به یه تیم حرفه‌ای نداره، با استفاده از ابزارها و الگوهای موجود برای ایمیل مارکتینگ به راحتی و با صرف زمان و البته این خیلی مهمه و هزینه کمتر نسبت به تبلیغات سنتی میتونید کمپین های ایمیل خودتون رو ایجاد بکنید. حالا بذارید برگردیم به این که اصلا ایمیل ما چه جایگاه ممکنه داشته باشه. ببینید تو اواخر سال 2017 بود که کاربران ایمیل توی سراسر جهان بیش از 3.7 میلیارد کاربر بود و این تقریبا میشه گفت نیمی از جمعیت جهان مشمول این آمار میشد. اما این موضوع واقعا چه ربطی میتونه به کسب و کار ما داشته باشه؟ سال 2016 اومدن یه آمارگیری کردن، تقریبا 60% از مصرف کننده ها اومدن اعلام کردن که آقا ایمیل مارکتینگ به تصمیمی که اینا میخوان برای خرید بذارن تأثیر گذاشته. حالا این یعنی چی؟ چه تأثیری ممکنه داشته باشه؟ ایمیل مارکتینگ میتونه فروش شما رو افزایش بده،
به کاربرای بیشماری رو به سمت شما جذب بکنه. اگه بخواید ببینید چیه، ببینید اولین چیزی که توی آمار جهانی رتبه رو از آن خودش کرده ایمیل مارکتینگه با 15% تقریبا. ایونت یا همون جلسات حضوری، کلاس‌های آموزشی یا مناسبت‌هایی که میان برگزار میکنن تقریبا 14% این آمار رو از آن خودش کرده. ببینید اینجا دیگه خبری از سوشال مدیا نیست فعلا. مورد سوم، گفتگو رو در روه. یعنی من بیام با شما صحبت بکنم بگم سلام آقای ایکس، من میخوام یک سرویس رو به شما معرفی بکنم که شما میتونید به راحتی یه فروشگاه آنلاین افیلیت را بندازی. طرف میگه افیلیت یعنی چی؟ بهش توضیح بدم. افیلیت یعنی اینکه شما میای فروشگاه های بزرگ دنیا که میخوان کالایی رو بفروشن به شما این کالا رو لینک میدن، شما اون رو میفروشی، درصدش رو دریافت میکنی. بازم میگه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما الان یه مغازه داری، شغلت سنتیه، کسب و کارت چیه؟ جنس رو میری از کلی فروش میخری، میاری تو مغازت انبار میکنی، یه روز دو روز یه هفته منتظر میشی تا مشتری بدی یک کیلو نخود ازت بخره، یک کیلو لوبیا ازت بخره. چه اتفاقی میفته؟ شما پولت خابیده. اما توی افیلیت مارکتینگ این اتفاق نمیفته. شما نیاز به مغازه نداری، یعنی نیاز به انباری نداری که قرار باشه بار رو بیای انبار کنی و یکی یکی به مشتری یک کیلو یک کیلو بفروشی. توی افیلیت مارکتینگ تأمین کننده کالا یا همون کلی فروش یه فرد دیگه است. اونه که همه زحمت رو قرار بکشه بار رو بفرسته، بار رو بسته‌بندی بکنه، بار رو تحویل مشتری بده، سعی کنه باری که داری میفرسته به بهترین شکل ممکن تحویل مشتریش بشه، بار رو در زمان مشخصی به مشتری بده، بار سالم باشه، بار مشکل نداشته باشه. همه اینها رو شما دغدغه‌اش رو تحمل نمی‌کنی. این دغدغه، این مسئله و همه این مسائلی که پیش روی این جریان قرار می‌گیره همش برمیگرده به اون کلی فروشی که شما قراره ازش خدمات بگیری. حالا میگه شغل من چیه؟ شغل شما اینه که یه فروشگاه رو انداختی، اما یه فروشگاه مجازی، کالاهای مختلف افیلیت رو از سراسر دنیا جمع کردی و بعد اومدی اونها رو چیکار کردی؟ گذاشتی برای فروش. زمانی که میفروشی درصد میگیری. حالا این درصد ممکنه 5% باشه، ممکنه 1% باشه، ممکنه 50 سنت باشه، یا ممکنه 4000 دلار باشه، بسته به نوع کالایی که شما دارید بازاریابیش رو انجام میدید و مشتریان بیشماری میاد اون کالا رو میفروشید. پس همه چی در اختیار شماست. اما توی یک کسب و کار سنتی دیگه این مسائل اتفاق نمیافتاد. شما میرفتی یه جنسی رو میخریدی، انبار میکردی، بعد از یه هفته شاید مشتری میومد مثلا اون تلویزیون رو ازت میخرید که شما 20%، 30%، 40% توی فروش اون کالا سود کنی. و بازار هم بازار رقابتی بود، مشتری ممکن بود بیاد بگه آقا من برم چرخ بزنم دوباره برمیگردم میام و دیگه نمیومد. درسته اما توی وب همین اتفاق میفته و مشتری میاد انتخاب آزاد میتونه انجام بده بین شمایی که فروشنده هستی و بقیه وبسایت هایی که ممکن اون خدمات رو ارائه بدن. اما شانس برد من و شما توی بخش افیلیت مارکتینگ و داشتن یه وبسایت فروشگاهی خیلی بیشتر از واقعیت اینی که توی فروشگاه قرار بشه با مشتری روبرو بشیم. مورد بعدی، چه مزیت دیگه میتونه داشته باشه؟ آقای ایکس، شما برای مغازه چقدر اجاره میدی؟ میگه مثلا من ماهی 8 میلیون تومان 7 میلیون تومان در حال اجاره دادن برای این مغازم. خب شما توی افیلیت مارکتینگ اصلا نیازی به اجاره کردن مغازه نداری. خب این یه مزیت فوق العاده است که پولش رفت تو جیبت. دیگه چه چیزهایی ممکن وجود داشته باشه؟ پول آب و برق و گاز و تلفن چقدر داری میدی؟ میگه مثلا من ماهی 2 میلیون پول اینها رو دارم میدم. خب الان فکر میکنم همین مبالغ با تو ایران باشه دیگه، احتمالا مثلا آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و همه رو با هم جمع بزنید شاید همین 2 تومن یا 1 خوردی حتما باید بشه دیگه. اینها هم ازتون حذف میشه. پس وقتی این اتفاق برای شما میفته میتونید به راحتی بیاید با سیستم افیلیت مارکتینگ یه سیستم های فوق العاده خوب رو شروع کنید به فروختن، یعنی کالاهای مختلفی که فروشنده های متعدد داره، محدودیتی برای جنست نیست. شما انبارت چقدر جا داره؟ میگه مثلا من انبارم 70 متره. چقدر جا میگیره؟ هیچ، آقا یه دونه مثلا 10 تن بار بریزم پر میشه. میگه خب، اما توی افیلیت مارکتینگ شما توی انبارت تونستی 100 قلم جنس رو اونجا انبار کنی، اما توی افیلیت مارکتینگ میتونی 200,000 تا جنس داشته باشی تو فروشگاه. تازه 200,000 تا یه رقم پایین، یا من 2 میلیون مثلا جنس رو میخوام تو فروشگاه را بندازم، میشه؟ میگه بله میشه، چرا نشه؟ و
به همین راحتی شدنی. حالا ببینید این شد گفتگو رو در رو، این تازه 13% داره. اولی بود ایمیل مارکتینگ، 15% توی فروش موثره. بعد شد برگزاری نشست یا جلسات یا ملاقات های مثلا معرفی یه بیزینس ایونت ها یا خیلی چیزهای دیگه. بعد شد مناظره یا صحبت، میگم مناظره، گفتگو رو در رو یا بازاریابی رو در رو. اینا بعد از اینکه شما این کار رو انجام میدی به این نتیجه میرسی. مورد چهارم چیه؟ میگه اینکه شما بیا تبلیغ رو چاپ کنی. من یه تبلیغ رو دارم، زدم بقالی محمود، کالاهای مختلف دارم میفروشم، همون کالا رو اومدم توی یک بروشور چاپ کردم و بردم و توضیح کردم. درسته الان ما تو عصر پیشرفت و تکنولوژی، اما هنوز هم که هنوزه این بحث تبلیغات از چشم خیلی دور نیافتاده. یعنی اون کسی که تولید کننده یه جنسه، باز هم ترجیح طرف کارواش زده، به عنوان مثال کارواش زده تو تهران، کاری که انجام میده چیه؟ بهترین کاری که میتونه انجام بده، ماشینی که توی خیابون پارکن بره یه برگه چاپ کنه کارواش، بگه آقا سه بار بیا ماشین تو بشور، یه بارش مهمون ما باش، بعد این برگه ها رو بذاره پشت برفاکن ماشین یا مثلا کنار در ماشین یه جایی قرار بده که وقتی باد خورد نپره به نره. این هنوز که هنوز جواب میده، اما نه برای همه بیزنس ها. حالا اونی که آشپزخونه داره غذای بیرون بر ارائه میده چه کاری انجام میده؟ هیچی. ایشون هم میاد بروشور چاپ میکنه میبره برای شرکت هایی که دور و بر هستن، میگه آقا نهار پرسنلتون رو ما میتونیم تامین بکنیم، یا میاد تبلیغ میکنه توی گروه هایی که توی اون مناطق فعالن، مثل کانال های تلگرامی که مثلا تو منطقه مثلا سعادت آباده، تو منطقه مثلا تجریشه، تو منطقه نازی آباده، تو منطقه مثلا کجا بگم مثلا شهر ریه، اینا یه کانال دارن مطمئنا یه عده‌ای. وقتی به اونجا تبلیغ بکنی از طریق سوشال باز هم میتونه نتیجه بگیره، اما اون بخش قبلش همون چاپ تبلیغات کاغذیش همچنان پا برجاست، یعنی از اون طریق هم دارشون جواب میگیره. باز هم میرسیم به بخش سوشال مدیا. کل این مسئله رو بخواد حساب بکنیم، 10% اگر ما بگیم، 11% اگر بگیم چاپ تبلیغات میتونه تأثیر داشته باشه، سوشال میدیا فقط 8% تأثیر داره. شما چه بخواید چه نخواید، دیدید که الان به هر شکلی بخواید فکرشو بکنید، بازم که هنوزه ایمیل مارکتینگ میتونه به شما کمک بکنه. خب من اینو اصلا تو آموزشم قبلا نگفتم، اما دوستان وقتی آموزش 4 رو میبینن براشون با سوالات جدید مطرح میشه. یه نفر میگه برام کامنت گذاشته بودم تو همون ویدیو 4 میگه چند روز پیش منتشر شد، نشه آقا شما روی عمود اینستاگرام گفتی اما باز نگفتی مثلا چه کاری داری انجام میدی. آقا من که نمیتونم بیام دیگه بگم آقا من میرم فلان جا کامنت میذارم فلان کارو میکنم، بعد 100 نفر دیگه میان همین کارو اونجا انجام میدن، من دیگه فروشو نمیتونم انجام بدم. اما من دارم به شما میگم، میگم دنبال من که قرار نیست شما حرکت بکنید، شما خودتون قراره ماهیگیری رو یاد بگیرید. اگه قرار باشه من ماهی رو بگیرم به دست شما بدم که شما نمیتونی یاد بگیری دیگه، مطمئنا نه ماهیگیری یاد گرفتی نه صید رو یاد گرفتی، نه میتونی الان راحت بفروشی، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. من کلیتو دارم به شما میگم، میگم آقا اینستاگرام این کار انجام بده نتیجه بگیر. حالا اینکه واقعا من چه کاری انجام میدم، اگر اون کار رو من انجام بدم ممکنه شما نتیجه نگیری. من متد خودم رو دارم اجرا میکنم، نه متد اصغر و اکبر و غلام و این بر اون بر رو، و با روش خودم کار خودم رو انجام میدم و همون روش رو هم دارم به شما میگم. اما در مورد ایمیل مارکتینگ خودتون هم میدونید، تو همین 4 تا ویدیوی اخیر که بهتون دادم اصلا در مورد ایمیل چیزی نگفتم، اما این ویدیو انحصارا فقط در مورد این دارم باهاتون صحبت میکنم، دیگه کاری به توییتر و فیسبوک و اینها ندارم. کما اینکه دیتای خیلی خوبی توی فیسبوک هست، کما اینکه دیتای خیلی خوبی توی اینستاگرام هست، کما اینکه دیتای خیلی خوبی توی توییتر هست، کما اینکه دیتای خوبی توی وبلاگ نویسان هست که میتونید از آدرس ایمیل های مختلف افرادی که توی این سیستم ها عضو هستن استفاده بکنید. و واقعا تعجب نداره که شما این رو بدونید، 54% از اون شرکت های کوچیکی که میان از ایمیل با عنوان ابزار بازاریابی استفاده میکنن توی این کار موفق میشن. یادتون باشه ایمیل مارکتینگ بازاریابی خیلی خوبی در اختیارتون قرار میده، برای بازاریابی وبسایتتون، برای اینکه شما بتونید یه لینکی رو بیاید منتشر بکنی. ببینید شما توی سیستم افیلیت سیستم رفتید عضو شدید یا عضو نشدید، من بهتون گفتم، گفتم میاد عضو میشید، اینم لینک منه،
اینم لینک مستقیم اون وبسایته. خب من میدونم که دوستانی که میان ثبت نام میکنن یا این آموزش ها رو میبینن خودشون دنبال پولن، پس شما افرادی نیستیم که قرار نیستید که قرار باشید بیاد مثلا با لینک من اون سیستم رو بخرید من سود کنم، بلکه من لینک رو به شما دادم گفتم آقا این لینک مستقیمه، اینم لینکیه که شما میتونید برید مثلا از طریق اون ببینید اینجا رو affiliate-system.org. حتی من گفتم آقا این لینک منه، این لینک مستقیم سایت، حالا شما میخواید بری مستقیم ثبت نام کنی برو مستقیم ثبت نام کن، خیلی هم عالیه چون انشالله که تو موفق بشی. ما اگر مثلا خواستی بری از لینک منم ثبت نام بکنی من در صورت سود میکنم که شما بری پلن رو بخری، اما چون نمیخری دیگه به من سودی نمیدن. و حالا شما از این سیستم یعنی از ایمیل مارکتینگ چه برای سیستم افیلیت سیستم میخواد کار بکنید، چه برای کسب و کار خودتون، شک نکنید. اگر قرار باشه کار بکنید بین 51 تا 48 درصد راه برای پیشرفت براتون باز میکنه. این رقم برای استفاده‌ایه که اونایی که وبسایت داشتن، اونایی که شبکه‌های اجتماعی داشتن اومدن استفاده کردن، شما میتونید استفاده بکنید. حالا شما اگر صاحب یک کسب و کار کوچیکید یا یک استارتاپ راه انداختید، ممکنه واقعا بخواید بیاد از ایمیل مارکتینگ استفاده بکنید، اما خب به دلیل این راحت بهتون میگم ایمیل مارکتینگ استفاده کردن هزینه بره. یعنی من اگر قرار باشه ایمیل مارکتینگ رو بیام پولی پرداخت بکنم، باید ماهی مثلا کم کم $25 بابتش پرداخت بکنم. $25 الان بخواد در نظر بگیرید با دلاری که امروز 13100 تومانه، 25 ضرب در 13100 تومان 327 تومان، البته ببخشید دلار 12700 بود، 317500 تومان باید بدم تا یک ماه، البته یک ماه نه، تا یه محدودیت ارسال ایمیل به من تعلق بگیره. حالا ما قرار به صورت رایگان این کارو انجام بدیم، پس باز اجازه این که کم بوده بودجه هم هست، یعنی مسئله میخوام در نظر بگیریم، خیلی نمیان این کار رو انجام بدن، میگن آقا بیخیالشیم، اما من میخوام بهتون معرفی بکنم، بگم شما بیاد ایمیل مارکتینگ بفرستید، اما با روش خودم، یعنی این روش مال من که نیست، بگم مال خودم، از روشی که مثلا به صورت رایگان به دست اومده. بسیاری از برنامه های ایمیل مارکتینگ وجود دارن که شما میتونید به طور رایگان ازشون استفاده بکنید. وقتی به صورت رایگان میتونید استفاده بکنید، یعنی اینکه شما میتونید توی اون سیستم ها ثبت نام بکنید و بعد شروع کنید به استفاده. این میشه راه اندازی آسونش. من بهتون یه وبسایت امروز معرفی میکنم، ولی سعی میکنم توی انتهای ویدیو، یعنی توی اون قسمتی که توضیحات این ویدیو رو مثلا قید میکنم، 5-6 سایت مختلف رو براتون میذارم، روشون کلیک کنید، توشون ثبت نام کنید، از امکانات رایگانی که در اختیارتون قرار میده بیاد استفاده کنید. این در مورد راه اندازی ساده است. ایمیل مارکتینگ چه مزیتی داره؟ هدفمندسازی، تجزیه و تحلیل، هر سه اینها رو در اختیارتون قرار میده با توجه به در دست داشتن داده های مشترکین خودتون که هنگام ثبت نام تو لیستای ایمیل میتونید اونها رو پیدا بکنید. امکان ارسال هدفمند براتون وجود داره، شما خیلی دقیق میتونید متوجه بشید واقعا چه کسی اون ایمیل رو باز کرده یا اصلا کسی اون لینک شما کلیک کرده که بعدا بتونید عملکرد خودتون رو بسنجید و بعد میتونید واقعا بسنجید که آیا واقعا عملکردی که از طریق ایمیل مارکتینگ دستون رسیده ساده بوده یا نبوده. بذار من این وبسایت رو براتون باز کنم، hubspot.com. از این بیشتر برای شرکت هابسپات هست که خودش هم پارتنر گوگله. تمام سرویس هایی که توی این سایت به شما ارائه میده رایگانه، بنده خودم از این سیستم دارم استفاده میکنم. این هم یکی از اون چیزهای فوت کوزه‌گری به قول دوستان، اما اینو بهتون میگم چون رایگانه، برید استفاده کنید، برید تو هر چی میتونید استفاده کنید، تا زمانی که رایگان هست استفاده بکنید. البته این رایگان نیستا، اما میخوام بهتون بگم چه قابلیتی در اختیار شما قرار میده. خب این کاملا رایگانه، یکی از همون محصولاتیه که برای شرکت هابسپات ارائه میشه، پلتفرم بازاریابیه. اولین نقطه قوت این برنامه اینه که قابلیتایی که تو نسخه پولیش میتونید شما پیدا بکنید به طور کاملا رایگانی میتونید تو اینجا استفاده بکنید. مثلا چی؟ مثلا زمان بندیه، صف بندی ایمیل های تحویل داده شده است،
صرفه جویی میتونید داشته باشید تو وقت برای ارسال ایمیل تکراری، جلوگیری بکنه از ایمیل تکراریتون. میتونید تمپلیت های خیلی قشنگی بسازید براشون. ببینید شما زمانی که میای مثلا افیلیت سیستم رو لینکتون میخوای منتشر بکنی، خب سعی میکنی بری از یه قالبی از شکل شمال اون سایت میری استفاده میکنی، لینکتون میذاری داخلش. ببینید توی افیلیت سیستم دات او آر جی، بذار من بهتون نشون بدم، اجازه بدید بازش کنم. خب توی افیلیت سیستم دات او آر جی ببینید، شما اگر رفتید یه تمپلیت ساختید برای ارسال ایمیل، حالا تمپلیت ساختن یعنی چی؟ اینا یه چیزای شاید برای من و شما ساده باشه، اما خب خیلی ها ممکنه مثلا ندونن یعنی چی. تمپلیت یعنی یه قالب، یعنی شما یه شکل و شمایل میخواید بسازید، میتونی از اینا همشون اینجوری کپی بگیری بیاری تا اینجا، تا اینجا یا تا پایین مثلا ببری. همین که طرف بیاد این رو بخونه، میتونی اینجا لینک خودت رو قرار بدی، اینجا روی عکس ها لینک درست کنی، به خودت لینک بدی با لینک بازاریابی خودت. اینجا گفته که شما به یه فروشگاه بساز، مدیریت راحت داشته باش برای فروش محصولات افیلیتی. اینا هم که قیمت هاشه، همه این کارها رو انجام بده و بازاریابی انجام بده. خب پس یعنی شما ذخیره تمپلیت میتونی داشته باشی، میتونی ردیابی بکنی عمل کرده تو، سازگار هم هست با جیمیل یا مثلا اوتلوک یا یاهو، میتونید از قابلیت های این برنامه براتی استفاده بکنید. علاوه بر اینهایی که به شما گفتم، وقتی گیرنده میاد ایمیل رو هم باز میکنه و اون چیزایی که شما توش مثلا گذاشتی برای دانلود، مثلا لینک تو گذاشتی، نمیدونم یه نرم افزار یه عکسی گذاشتی، بلا فاصله براتون یه نوتیفیکیشن ارسال میکنه که آقا مثلا با این ایمیل این داده مثلا مشاهده شد. شما میتونید به صورت رایگان به 1,000,000 مخاطب، شرکت و یه تعداد خیلی زیادی از کاربران ایمیل بفرستید. کجا میتونید پیدا بکنید 1,000,000 ارسال ایمیل به صورت رایگان؟ من این رو الان دارم اینجا بهتون میگم و بازم تکرار میکنم این جمله رو، چون میدونم دوباره سوال مطرح میشه. من در مورد ایمیل مارکتینگ اصلا به شما نگفته بودم توی چارت آموزش قبل، اما این یه گزینه فوق العاده عالی و در این حال رایگان برای شماست. پس رایگان استفاده کنید، حتما حتما هم استفاده کنید. مال من که نیست بگم آقا عجیبم میره، ولی استفاده کنید. 100% هم جواب میگیرید، 100% جواب میگیرید. بعدی رو بهتون بگم، یکی دیگه از کارهایی که میتونید با ایمیل مارکتینگ به دست بیارید اینی که گسترش ارتباط میتونید بگید به یه عالم مشتری. ایمیل مارکتینگ از جمله روشایی که باعث تداوم ارتباط کسب و کارتون با مشتریای قبلیتون یا مشتریایی که قرار جدیداً جذب کنید یا تشویق مخاطبینی که غیر فعالن و میدونید که مثلا ایمیل میفرستی طرف ایمیل رو مطالعه نمیکنه. درسته که ایمیل تو حذف نمی‌کنی یا ایمیل رو مطالعه می‌کنی، اما خیلی ازت انجام نمیده، چون شما توی این سیستم میتونی آنالیز داشته باشی ببینی که واقعا چه افرادی ایمیل تو دیدن یا مثلا چه افرادی ایمیل تو حذف کردن. همه اینها میتونی داشته باشید. خب وقتی این امکان در اختیار قرار گرفتی میتونی آنالیز بگیری. اینا همش رو کنار، یکی از مزیت‌هایی که ایمیل مارکتینگ در اختیارتون قرار میده قابلیت اشتراک گذاریه. مشترکین شما به راحتی میتونن تنها با یه دونه کلیک روی مثلا یه دکمه ایمیل ها رو بیان برای دوستاتون یا برایشون آشناهانشون مثلا بیان ارسال بکنن و از این طریق بیان برند شما رو به همه معرفی بکنن. یه فوروارد کردن دیگه، فوروارد میکنه، خوشش اومده. وقتی شما اومدی نوشته آقا افیلیت مارکتینگ رهبر خودت باش و به راحتی بفروش سراسر دنیا و به راحتی به فروشگاه خودت رو بنداز و بعد اینجا آدرس ثبت نام خودت رو قرار دادی که هر کسی روی این کلیک کرد بیاد توی افیلیت در سیستم دات او آر جی ثبت نام کرد که شما پورسانت بگیری، دیگه دامنه دریافت پورسانت شما باز میشه. یعنی شما شک نکن اولین نفری که از شما خرید بکنه آخرین نفر نخواهد بود. پس اینو حتما حتما در نظر بگیرید. اما یکی دیگه از مسائلی که وجود داره، دسترسی آسونی توی ایمیل مارکتینگ هست. الان هممون تبلت داریم، کامپیوتر داریم، 4 تا موبایل داریم، تبلت، کامپیوتر، مک‌بوک داریم دیگه،
گوشی مثلا اندروید یا آی او اس داریم، رو همشون هم نرم افزاری داریم به اسم مثلا ایمیل که ایمیل هامون رو داریم چک میکنیم. این یعنی اینکه مردم تو سراسر جهان وقتی میان از راه‌های مختلفی مثل اینکه بهتون گفتم ایمیل خودشون رو چک میکنن، این یعنی گستردگی، یعنی آسون بودن استفاده از ایمیل. این راهکار میتونه مارکتینگ رو برای شما راحت بکنه. وقتی این همه ابزار دارن استفاده میکنن و تو همشون هم ایمیل هست، خب بس ما چرا اصلا این چیز پیش پا افتاده صحبت نکنیم، استفاده نکنیم؟ اینها مواردی که به نفع ماست. مورد بعدی، هزینه و زمان کمتری شما صرف میکنید بدون توجه به اینکه خودتون مسئول راه اندازی سیستم ایمیل مارکتینگ باشید یا مثلا این خدماتون رو بدید به یه آژانس دیجیتالی که این کار برای شما انجام بده. این روش تو مقایسه با سایر راه‌های مارکتینگ هم ارزونه هم مقرون به صرفه. تو این روش شما به راحتی میتونی 1000 تا ایمیل با صرف وقت و انرژی خیلی کمی در حد 2 دقیقه بفرستی. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نمیخواد هزینه بکنی به اون آژانس تبلیغاتیه. دوباره برمیگردیم اینکه خودم میخوام این کارو انجام بدم. خب اشکالی نداره، میری اینجا ثبت نام میکنی، اکانت رو که ساختی اکانت رو میسازی و بعد میری تنظیم میکنی، میگه آقا من 50 تا ایمیل دارم، 100 هزار تا ایمیل دارم، 50 هزار تا ایمیل دارم. تو 1 میلیون نفر اینجا میتونی ایمیل بفرستی برادر من. خب برو دستبندی بذار، مثلا بزن طراحهای وبسایت خارجی. برو اول اینکه اولین کاری که باید انجام بدید بانک ایمیل معتبر رو از سایت های اینترنتی برید دانلود بکنید. فری ایمیل مثلا ایمیلز، بانک ایمیل مثلا دانلود بکنید، ایمیل های خارجی رو دانلود بکنید. خیلی زیاده تو اینترنت، فوق العاده زیاده. سایت های خارجی خیلی هاشون دارن اینو منتشر میکنن. تا وقتی که اینا دارن منتشر میکنن و دیتا هایی که وجود داره هنوز خراب نشدن و باطل نشدن یا مثلا همشون ایمیل ها رو نمیزنن به اسمم، به محض اینکه میبینید یه لیستی جدیدی ارائه شده یه جایی پیدا میکنید، ایمیل ها رو کپی کنید توی سیستم کامپیوترتون، بعد میره توی سیستم هایی که دارن ایمیل رایگان ارائه میدن. مثلا یه وبسایتی که ایمیل رایگان انجام میده، مثلا ما 5000 تا ایمیل به شما میده که بتونید بفرستید. توی اون وبسایت ثبت نام کن، 5000 تا ایمیل تو به اون بفرست، چه اشکالی داره؟ بالاخره شما قراره یه تبلیغ بکنی، قراره یه جنسی رو معرفی کنی، یه خدماتی رو قرار معرفی بکنی. حالا که این خدمات رو میخوای معرفی بکنی، فرقی نداره اون وبسایت به تو 2000 تا ایمیل رایگان بده یا مثل این وبسایت هابسپات مثلا 1 میلیون تا بهت بده. حالا اصلا اینم شما بذار که اینا با اینم استفاده نکنه ازش، برو سایت مثلا سایت‌های مختلفی که دارن ارائه میدن، برو اکانت جیمیل بساز، مثلا روزی 1000 تا باش ایمیل بفرست، روزی 1000 تا. اما یاد باشه بیشتر از 1000 تا رو در روز بفرستی، 1001 که بفرستی ایمیلتون میبنده. خب اشکالی نداره، مگه ایمیل ساختن کار سختیه؟ شما الان میخوای از هاب اسپات هم میخوای استفاده نکنی، اوکی برو ایمیل رایگان جیمیل بساز، این تعداد ایمیل رو بساز بفرست، ایمیل تو بذار بلاک کنه و برو ایمیل بعدی رو بساز. به همین شکل برو ایمیل سازی انجام بده، برو تبلیغات خودتو از طریق ایمیل بفرست به یه تعداد خیلی زیادی. بالاخره رایگانه، وقتی هم ازت نمیگیره. ساخت ایمیل هم نهایتا 2 دقیقه وقت تو بگیره. ایمپورت کردن داده ها، آدرس ایمیل، آدرس سایت، لینک عضویت توی مثلا افیلیت داش سیستم دات اورج رو بخوای بهشون بدی، اینا همشو بخوای متنشو بنویسی، نیاز به حتی نوشتن متن هم نداره. شما فقط کافیه همین متن رو کپی بکنی، بیای این رو هم کپی بکنی اینجوری تا اینجا به عنوان مثال، بعدش کلیک راست میکنی، کپی رو میزنی، برو توی ایمیلت پیستش کن. بعد اینجا یادت باشه توی ایمیلی که رفتی اینو باید لینکشو عوض کنی، ریموو لینک میزنی یا اصلا اینو پاک کن، لینک خودتو به جاش بذار. بعدش ایمیلو بفرست برای تعداد زیادی، با جیمیل بفرست، با یاهو بفرست، با MSN بفرست، با نمیدونم با هر سیستمی که فکر میکنی، با سیستم هایی ایمیل رایگان بدیدن برو بفرست. حتی من چند وقت پیش میخونم توی ایران هم این سرویس ها رو دارن میدن، اما خب توی ایران خودتون هم میدونید دیگه هیچ چیز مفتی واقعا بی حکمت نیست. ولی خوبه مثلا توی ایران من میدونم که مثلا ما 2500 تا رو باید ایمیل بهت میده که بتون رایگان بفرستیم. از همون سرویس های ایمیل ها برو بفرست، اما یادت باشه دامنه اون ایمیل ها نباید IR باشه، چون همه دیگه میدونن این از ایران اومده و میدونن که اگر تو داری تبلیغ میکنی یه شخص ایرانی هستی. ممکن اصلا رو لینکت هم کلیک نکنن یا ممکن اصلا کلیک بکنن، حالا بستگی به خودت داره، اما بستگی به بانکی هم که استفاده میکنید وجود داره.
بانکایی که استفاده میکنید، منظور این که از بانک بهتون میگم، منظور بانک ایمیل هایی که دارید استفاده میکنید، سعی کنید لینک هایی رو پیدا بکنید که به روز باشن. یعنی اگر رفتی سرچ کردی بانک ایمیل رو دانلود کردی، اون بانک ها رو دانلود کن، ازشون استفاده کن. اما اگر دیدی بانکش قدیمی، مثلا برای سال 2017 است، 2018 است، 2017 است دیگه دانلود نکن، چون اونا خیلی هاشون یا بسته شدن یا بلاکن یا مثلا طرف اکانتش رو حذف کرده یا همه هرچی فکر کنید تو اینها وجود داره. یکی دیگه از مزیت‌هایی که ایمیل مارکتینگ بهتون میده قابلیت شخصی سازیه. با استفاده از تقسیم فهرست ایمیل به گروه‌های کوچکتر میتونید برای هر بخش از مشترکین خودتون ایمیل‌های مرتبط با علاقه‌مندی‌های همون بخش رو ارسال بکنید. ببینید من به عنوان مثال توی خیابون ستارخان تهران کاری که انجام میدم چیه؟ یه تزیناتی ماشین دارم. خب پس اگر من قرار باشه ایمیل مارکتینگ بفرستم، ترجیح میدم ایمیلی که میخوام بفرستم برای یه گروهی باشه در زمینه خودرو. این گروه کیه؟ تزیناتی ماشین میفروشم دیگه. یک، صافکار نقاشای ماشین رو پیدا میکنم ایمیلشون رو اونا میفرستم. دو، ابزار فروشایی که میان قطعات خودرو میفروشن رو بهشون ایمیل میفرستم. سه، تزیناتیای ماشینایی که توی ایران دارن کار میکنن رو براشون ایمیل میفرستم. چهار، افراد مرتبط با صنف کاری خودم رو قبلا شناسایی کردم و الان هم به اونها میام ایمیل میفرستم. اینا میشن صنف کاری که ما قراره بهشون ایمیل بزنیم. حالا شما اگه قرار در مورد افیلیت سیستم ایمیل بفرستی، یادت باشه نری به سبزی فروش سر کوچه‌تون ایمیل بفرستی، چون اون سبزی فروش ایمیل رو حذف میکنه و باعث میشه که ایمیل شما اسپم بشه. دفعه بعد اگر ایمیل بفرستی اصلا دست کسی هم نخواهد رسید، ایمیل مستقیم میره داخل زباله دون. ایمیل های مرتبط پیدا بکنید، اینها رو حتما حتما چک کنید قبل از اینکه بانک های ایمیل رو از این برنامه در پیدا بکنید. تاریخش رو حتما چک کنید، اصلا بروز هست یا بروز نیست. بابت دریافت ایمیل ها هم اصلا پولی ندید. من نمیگم آقا خساست به خرج دادم، نه، این چیزایی که رایگانه. اگر پولی بود، اگر خواستی پول بدی، اگر دیدی مثلا یه لیستی که برای یه ساعت قبل درستش کردن، بله برو پول بده، اونم بگی به کسی هم نده، بذار تو جیبت، به من هم که محمود هستم نده، کلا خودت استفاده کن، بعد شاخشی برای خودت. که در هر صورت این ابزاری که الان وجود داره برای من و شماست دیگه. من که میتونم رایگانش رو استفاده بکنم، آزار که ندارم قرار باشه مثلا خصاصت به خرج بدم، مثلا بگم خصاصت به خرج ندم، بگم من نمیدم برم بخرم. همون لیستی که دارم الان دانلود میخواد لینک شما من بده من دانلود بکنم که الان خودم مجانی پیداش کردم، همون استفاده میکنم. اما این بحث ایمیل مارکتینگ همش دیگه سود نیست، یعنی همش شما فکر نکن مزایاست، معایبی هم داره. مطمئنا از مهمترین معایبی که وجود داره توی بحث ایمیل مارکتینگ، با توجه که بهتون گفتم اولین رتبه رو تو سطح دنیا داره برای دیده شدن، تو تأثیر گذار بودن روی افراد ندیده شدن، اصخایی میکنم توی تأثیر گذار بودن، وقتی که افراد این همه تأثیر گذاری رو دارن میبینن، پس حتما حتما یه معایبی هم میتونه داشته باشه. یکیش اینه که امکان اسپم شدن وجود داره. ارسال بیش از حد ایمیل های تبلیغاتی یا ایمیل های با محتوای غیر مرتبط، که مثلا گفتم شما مثلا تو کار تزیینات ماشینی میای ایمیل میفرستی به اونایی که مثلا نمیدونم مثلا بقالن، خب این تزیینات ماشین شما هیچ ربطی به اون سبزی فروشی نداره، این میشه غیر مرتبط، همون سبزی فروش شما رو بلاکت میکنه، اسپم میشی. اینا یعنی آزردگی مخاطب. وقتی آزردگی اتفاق میفته ممکنه اون ایمیل های شما به عنوان اسپم قرار بگیرن، یعنی سرویس دهنده‌ها دیگه میشناسن که مثلا وقتی محمود اومد ایمیل فرستاد میدونن این اسپمه. وقتی دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر زدن ایمیل شما رفت تو اسپم، شما 1001 ایمیل تو بفرستی، ایمیل دست هیچ کس نمیرسه، مستقیم میره اسپم. و خیلی ها مثلا مثلا میریم اسپمو باز میکنیم از بالا تا پایین انتخاب، تمام، دیلیت، شیفت دیلیت، تازه نه اینکه مثلا بخوام نگاهشون بکنم، مستقیم میرن. این باعث میشه که تخریب وجهتون و اعتبار کسب و کارتون اتفاق بیفته. یعنی میدونن که اگر محمود داره ایمیل میفرسته، عنوانش از محمود، میدونن آقا محمود یه کسی که فقط داره اسپم میفرسته، حذفت میکنن. خب یکی دیگه از ضعف‌هاش چیه؟ ایمیل های دریافت نشده. ایمیل هایی که از نظر طراحی ضعیفن یا تقریبا
از عبارت‌های مختلف مثلا اسپمی میان توی عنوانشون یا تیتراشون استفاده میکنن توسط نرم‌افزاری که مثلا الگوریتمی که مثلا تو سرویس‌های ایمیل دهی منتشر شده قرار گرفته میان فیلتر میشن و دست مخاطبی نمیرسن. مثلا یعنی چی؟ اصلا کلا یعنی چی ایمیل دریافت نشده؟ ببینید من میام می‌نویسم مثلا میخوام ایمیل بفرستم، میخوام یه ایمیل بفرستم به 2000 نفر مشتری. این 2000 نفر لیستی که من الان دارم با چه عنوانی بفرستم؟ ایمیل میزنم، عنوان ایمیل یا متنمو مثلا میام میزنم فیلم جدید خانوادگی شهردار مثلا فلان شهر، بعد لینکی که مثلا طرف روش کلیک میکنه چیه؟ affiliate-system.org. یا مثلا میام فیلم جدید لختی دختران فلان، جذابه دیگه، طرف میاد روش کلیک میکنه میره داخل افریت سیستم. این هیچ سودی برای شما نداره، این مستقیما درست 50 نفر 100 نفر اینو میخونن، اما وقتی که رفتی تو اسپم ایمیل دیگه برای کسی دریافت نمیشه. عنوان الکی و فیک زدن و محتوای چرت و پرت نوشتن و اینها تماما باعث میشه که ایمیل شما برای کسی قابل مشاهده نباشه و شما هر چیز زحمت بکشی، حالا این سیستم به تو 1,000,000 تا ایمیل میده، تو برو 100,000,000 تا ایمیل بفرست، هیچ کدوم از ایمیلات دست کسی نمیرسه. و بعد فردا میای میگی آقا من هر چی ایمیل میفرستم کسی جواب به من نمیده، هیچ نتیجه ای هم نمیگیرم. یکی از ضررش ممکنه همین باشه. پس یادتون باشه اینها رو حتما حتما دقت بکنید. و مهمترین موضوع بعدی، مشکل مربوط به طراحی ایمیل است. عدم نمایش صحیح ایمیل ها روی دستگاه‌های مختلف مثلا تبلت، مثل کامپیوتر، مثل موبایل موجب اذیت شدن کاربرا میشه یا ممکنه آزرده بشن. این اتفاقی که میفته چیه؟ درست طرف آزرده میشه، ایمیلتون نمیخونه، مستقیم حذف میکنه. پس یادت باشه از عکسایی که سایزش بزرگه، از نوشته‌هایی که طولانین، طرف اومده یه کتاب داستان توضیح نوشته بعد میاد میفرسته، یا مثلا یه متنی نوشته همش توی یه خطه، بعد طرف تو موبایلش که باز میکنه اون پایین موبایلش داره ایمیل رو میخونه، اسکرول ایجاد شده، هی باید بکشی اسکرول بره به سمت راست. بابا چه خبره؟ ایمیل هر چقدرم که بنویسی نباید داستان باشه. شما نمیتونی یه تومار بلند پایه 5 کیلومتری براش طرف تو مثلا تو ایمیلش بیاد توضیح بنویسی. اینا اگه شما در نظر نگیرید مستقیما ایمیلتون هست میکنن. حالا باز دوباره فردا من توی کامنت ها من میگن آقا ممکنه یکی از ایمیلایی که خودتون میفرستید بگید چیه؟ خب من دقیقاً همین رو دارم کپی پیست میکنم. حالا وقتی گفتنشو بذارم بهتون میگم دیگه. من دقیقاً همین نوشته رو برمی‌دارم تا اینجا. من اینا رو برمی‌دارم کپی میکنم، اینجا ریجسترش رو لینک خودم میذارم، بعد دوباره باز توی این مور پروداکتم دوباره میام لینک خودم میذارم میفرستم. پس دوباره نهید بگید آقا مثلا چی داری میفرستی، یا مثلا شما آموزش ایمیل رو دادی اما نگفتی چی داری میفرستی. خب من دقیقا همین رو میفرستم، خارج از اینم چیزی نمیفرستم تو ایمیل، چون میدونم این تعریفش کاملا واضحه، نوشتش هم کاملا آگاهانه است، طرف میخونه متوجه میشه، وقتی هم خودش وارد بشه دوباره همینا رو میبینه، و وقتی هم روی لینک کلیک کرد من دارم سود میبرم. حالا مثلا این ماه من مثلا الان شده $1,500 درآمدم، 1500 خورده دلار شده درآمدم، خب به نظر من کمه، میتونستم بیشتر در بیارم، اما دیگه راستش بخواد وقت نذاشتم، ولی دارم وقت میذارم، یعنی دارم انرژی مصرف میکنم به خاطر اینکه بتونم لینکمو بیشتر پخش بکنم، لینکمو بفرستم این منو بعد ایمیل های زیادی بفرستم، از چیزهای دیگری استفاده بکنم، که البته این چیزهای دیگر رو تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم، اما الان این دومیه. بعد از این استا شد ایمیل. پس زیاد به خودتون سختی ندید، محتوا رو به خاطر اینکه زیاد طولانی و داستانوار نشه انتخاب میکنید، حالا یا تا اینجا یا تا همینجایی که مثلا من انتخاب میکنم این کار رو انجام میدید و لینکتون رو میذارید و تمام میفرستید میره. حتما حتما یادتون باشه گروه بندی برای خودتون داشته باشید، یعنی ایمیل هایی که مثلا دارید میگیرید از این بر اون بر بر اساس گروه بندی بذارید، چون بر اساس یه شاخصه های کلیدی یا یه چیزهای خاصی این ایمیل ها مطمئنن مورد بازخورد مشتری قرار میگیره، و
و شما میتونید بعدها از اونها مثلا استفاده بکنید که مثلا اگر اومدید الان یه ایمیلی فرستادید برای تاریخ 2019 هست 1/1/2019، میدونی که بازگشت این ایمیل ها به شما از لحاظ باز شدن ایمیل هاش، یعنی من ایمیلی که فرستادم 2000 تا بوده 1500 تاش باز شده، این یعنی موفقیت. چون شما میتونید گزارش بگیرید دیگه، اصلا چند نفر ایمیل شما رو باز کردن، چند نفر ایمیل رو دارن میبینن، چند نفر به این ایمیل ها مثلا ایمیل دستشون نرسیده، ایمیل ها به شما برگشت خورده، همه اینها رو شما میتونید توی سیستماتون ببینید. چند نفر تحویلشون شده، نرخ رشد لیست فهرست شما چقدره، هرچی تعداد مشترکین ایمیل شما بیشتر بشه این میشه نرخ رشد لیستتون، هر چقدر بیشتر بشه فهرست ایمیلاتون هم بیشتر میشه و شما میتونید از این استفاده بکنید. یا مثلا میتونید نرخ تحویل دیلیوریش چقدره، درصدی از ایمیل های ارسالی که با موفقیت دست دریافت کننده هاتون رسیده رو شما میتونید داشته باشید، این میشه نرخ تحویلتون. اینا همه رو باید ببینید. یا مثلا نرخ شکایت اسپمتون چقدره، درصدی از دریافت کننده ها که بعد از دریافت ایمیل روی دکمه اسپم کلیک میکنن چقدره. اینا چیزهایی که برای شما قشنگ دیده میشه. پس بعد از اینکه ساختید لینکتون رو میذارید و میفرستید، اینم که میرید ثبت نام میکنید. من انتهای این ویدیو حتما چند تا سایت رو براتون میذارم، اون سایتی که براتون میذارم رو حتما برید ثبت نام کنید. حالا میگم مثلا این 1,000,000 تا ایمیل بهتون میده، یه سایتی 5,000 تا میده در ماه، یه سایتی در هفته 1,000 تا بهتون میده میشه ماه 4,000 تا، یه سایتی هم در هفته مثلا 200 تا ایمیل بهتون میده. خب چون رایگانه برید استفاده کنید و یه برنامه بذارید برای خودتون، بگید آقا مثلا من امروز از این استفاده کردم، هفته آینده دوباره این موقع میام ازش استفاده کنم، دوباره باز یه تعداد دیگه به صورت رایگان در اختیارم قرار گرفتم بفرستم. خب وقتی اینا رو بفرستید دیگه بدون شک نتیجه داره، اصلا شما شک نکن نتیجه است. یه مورد دیگه هم که خیلی خیلی مهمه از مزیتش بهتون بگم، یه مزیتی که خیلی همین الان یادم اومد، این سرویس های ایمیل خیلیش رایگانه، خیلیشون رایگانه. یکی از سودمندترین مزیت های یک برنامه یا یه سرویس آنلاین واقعا رایگان بودنش، یعنی یه امکان رو داره میده طرف اگر خوشش اومد بیاد بخره. حالا نه اینکه مثلا این نوشتن 100% رایگان 100% رایگان باشه، نه یه بخشش پولیه که به درد من و شما نمیخوره، ما کارمون با همون ارسال ایمیله به راحتی انجام میشه. پس سرمایه گذاری قبلی هم لازم ندارید، به راحتی برید ثبت نام کنید و ایمیلتون رو بفرستید. دیگه بهتون بگم که دیگه هیچی ندارم بهتون بگم، خیلی ممنونم از اینکه تا الان همراه بودید. من از همه تون ممنونم که نظرات خودتون رو با من در میون میذارید، این که من خیلی راحت با شما صحبت میکنم برای خودم خیلی خوبه، چون روحیه میگیرم، حرفای دوستان رو میشنوم، لطفی که دوستان به من دارن، ابراز لطفی که دارن رو هر روز دارم از دوستان دریافت میکنم تو کامنت ها. حالا تک و توک هم هستم، مثلا چیزای قشنگ آبدار میفرستم، اما خب دوستانی که به من لطف دارن واقعا تعدادشون خیلی زیاده. من چند روز پیش با حداقل به 180 تا پیام که توی تلگرام بود بهشون جواب دادم، ولی خب خیلی ها مونده بود که جواب نداده بودم. یه بنده خدا یه کامنت نوشته بود، نوشته بود که آقا پیام داده بود، خب ببینید من اگه قرار باشه بیام به همه جواب بدم خیلی زمان میبره، کما اینکه این اتفاق میفته من به همشون جواب میدم شاید زمان ببره. مثلا پیروز پیام بده من نتونسته بودم بهش جواب بدم، دوباره مثلا دیروز پیام بده جواب ندادم، امروز رفتم جواب بدم نمیشه آقا شما که قرار نیست جواب بدی چرا مردم سر کار میذاری؟ من جواب میدم مطمئنن، ولی شما ناراحت نشید. بازم ممنون از دوستانی که به من لطف دارن، وقتتون رو گرفتم، امیدوارم از آموزش امروز استفاده کرده باشید. این پنجمین آموزش کسب درآمد آنلاین با روش افیلیت مارکتینگ بود، اما برای کسب و کار شما هیچ فرقی نمیکنه، یعنی شما برای هر بیزینستون میتونید از این آموزش به راحتی استفاده بکنید، برای رونق کسب و کارتون تو بازار فعلی، برای اینکه از این وضعیت یه عده واقعا ناامیدن، من باشون صحبت میکنم هر روز توی تلگرام یا اینستاگرام که نظر میفرستن یا صحبت میکنم، فایل صوتی میفرستن، طرف میگه آقا من فلان کشور پناهندم، وضعیت اصلا وضعیت خوبی نیست، به چه شکلی میشه، خیلی هم حالا مثلا عجله دارن که زودتر به نتیجه برسن. یادتون باشه اولین کاری که باید انجام بدید صبر داشته باشید و با صبر
و تلاش مطمئنن به نتیجه میرسید. یکی از دوستان نظر نوشت که آقا من بعد از 7 ماه تلاش، بعد از چند ماه تلاش تازه 7 دلار اولین فروش افیلیت هم بود که من خودم خیلی خوشحال شدم، گفتم خدا رو شد. یا دوستی دیگه نظر نوشته بود، گفته بود آقا من اولین فروشی که انجام دادم 25 دلار درآمدم بوده بدون اینکه قرار باشه اون سایت به من پورسانتی بده یا هیچی، فقط فروش مستقیم بوده که مشتری از طریق لینک من وارد یه خدماتی شده و فروخته و الان من روحیه‌ام بیشتر شده به خاطر اینکه دیدم آقا میتونم بازم پول دریافت کنم و میخوام بیشتر کار بکنم. اینها نظرات خیلی خوبی هستند که میفرستن و این باعث میشه که من هم به ادامه آموزش ها امیدوار بشم و آموزش ها رو ادامه بدم. در اصل ممنون از وقتی که گذاشتید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، اگر هم خوشتون نیومد دیسلایکش کنید و انگشت پایینه رو بزنید که دیده نشه ویدیو. اگر خوشتون اومد ویدیو رو به دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر هم باز خوشتون اومد حتما به من نظرتون رو در مورد ویدیو بدید. اگر هم پولی از هر مجموعه ای دستتون رسید توی این آموزش‌هایی که یاد گرفتید حتما حتما به منم بگید تا ما هم در شادی شما شاد بشیم. ممنون از وقتی که گذاشتید. سابسکرایب رو نگفتم راستی، سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بعد از سابسکرایب کردم حتما بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. 46 دقیقه با شما صحبت کردم. مرسی از لطفتون. تا ویدیوی بعدی خودمند یار و نگهدارتون باشه.